با عرض سلام و خسته نباشید به همه عزیزانی که نشستن الان پای برنامه گفتگو، با یه قسمت دیگه ای از برنامه گفتگو در خدمتتون هستیم از شبکه جهانی دریملند. باعث افتخار ماه که تونستیم فکر کنم ششمین قسمت این برنامه رو بتونیم ضبط کنیم و در خدمتتون باشیم. تمام پیغاما، تمام مسیجایی که برامون رسیده، تمام اون تلفنایی که شده، کامنت هایی که تو فیسبوک نوشتن نشون از این میده که این برنامه گفتگو خیلی خیلی مورد استقبال شما قرار گرفته. واقعا باعث افتخاره. روزی که ما برنامه گفتگو رو شروع کردیم هدف اصلیمون این بود که یه برنامه کاملا رسمی و خشک و به قول معروف خیلی تلویزیونی رو نداشته باشیم، برنامه داشته باشیم که بتونیم یه چت خودمونی داشته باشیم، بتونیم راحت با شما صحبت کنیم. و علت این که اسم این برنامه رو گفتگو گذاشتیم به خاطر این بود که فقط این نباشه که ما اینجا بیاییم بشینیم و به شما حرف بزنیم و اون چیزایی که خودمون دلمون خواهد براتون تعریف کنیم. راهو باز گذاشتیم و همیشه گفتیم که این برنامه نه محدود به کسی مثل من میشه، نه اینکه به موضوع خاصی پرداخته میشه. سعی ما این بود که بیشتر مسائل پیرامون جامعه خودمون رو مطرح بکنیم. سعی کردیم که به قول معروف از مسائل خیلی مهم مثلا خرید خونه که جزء تخصص منم هست به قول معروف شروع بکنیم، یه سری اطلاعات در اختیارتون بذاریم. از جهتی مهمون قبلی برنامه ما یکی از بیزنسمن‌های موفق توی ایران بوده که اومده اینجا استرالیا و تونسته بیزنس‌های خیلی خوبی رو ران کنه. فکر کردیم که اگه اون بیاد اینجا و یه سری به قول معروف به ما پیشنهاد بده، نظر بده، رمز موفقیت چه با ما شیر بکنه، برای همه ما خوبه. اما در این حال یه فکر تازه‌ای هم به سر ما رسید. برای اینکه بتونیم شماها رو بیشتر دعوت بکنیم که با ما همگام باشیم، یعنی برنامه گفتگو فقط اینجوری نباشه که من نوعی بیام اینجا بشینم جلوی دوربین و برای شما یه موضوعی رو مطرح کنم و فقط برای شما صحبت کنم. یه قسمتی رو خواستیم توی دل برنامه گفتگو جا بدیم و اسمش هم گذاشتیم چای قندپهلو. چای قندپهلو از قدیم میدونید که همیشه هر وقت دوتا دوست میشینن کنار هم و دلشون میخواد که با هم یه گپ خیلی خودمونی بزنن و راجع به مسائل روزشون حرف بزنن، از خستگی روزشون بگن، از مشکلات روزشون بگن، حتی از مسائلی که به قول معروف براشون باعث خوشی و شادیشون میشه. وقتی میخوای یه چیزی رو با یه کسی شیر کنی، قسمت کنی، میشینی روی تختی، روی میزی، روی صندلی، یه چایی قشنگ قندپهلو میریزی، با هم یه چایی میزنی و یه گپی رو میزنی. چای قندپهلو سعی میکنه که از همه شما، هیچ فرق نداره که شما بیزنسمنید یا جای کار میکنید، اصلا فرق نداره که 2 سال تو استرالیا هستین یا 20 سال تو استرالیا هستین، دلش میخواد که هر کدوم از شما که دلتون میخواد اینجا بیان بشینید پیش من و با هم یه گپی رو بزنیم. اگر که قصه ای دارین، اگر مشکلی دارین، اگر داستانی دارین، یه تجربه ای دارین که دلتون میخواد با بقیه قسمت کنین، در این برنامه به سوی شما بازه. شما فقط میتونید که به راحتی با ما تماس بگیرین و خیلی خلاصه بگیم که چی رو دلتون میخواد مثلا تو این برنامه مطرح کنید. حتما با شما تماس گرفته میشه و یک برنامه رو قرار میذاریم و شما رو دعوت میکنیم که بیان اینجا و باعث افتخار ما که در خدمتتون باشیم. شکل برنامه قندپهلو اینجوریه که تجربه نشون داده برنامه هایی که خیلی رسمی و خوشگن از توی تلویزیون پخش میشن خیلی مخاطب خیلی خوبی رو ندارن. بیشتر برنامه هایی میتونن مورد توجه باشن که از زبون مردم و از جنس مردم باشن. بیشتر تلاش برنامه گفتگو اینه که سعی بکنه از جنس مردم استرالیا و مخصوصا ملبورن باشه. ما میتونیم اینجا بشینیم ساعت ها راجع به تغییر نرخ بهره بانکی، اینترست ریت، نمیدونم
قانون مهاجرت و اینا صحبت کنیم که البته اینها توی برنامه دریملند وجود داره و اونایی که میخوان ازش استفاده کنن میتونن این برنامه ها رو به راحتی تماشا کنن. ولی یه قسمت خیلی خوبی هم میتونیم بذاریم که خود شماها بیاین اینجا، بیاین از زندگی روزمرتون صحبت کنیم، چون این برنامه اصلا تلویزیون دریملند شعارش این بوده که این تلویزیون متعلق به هم است. برای اینکه اینو بتونیم ثابت کنیم سعی کردیم که یه قسمتی رو بذاریم که شما هم بیاین اینجا بشینید و از زندگی روزمرتون بگید، از مشکلاتی که براتون پیش اومده. اصلا گفتن نداره، همه ما وقتی روزی که رسیدیم به استرالیا معلوم از یه فرهنگ خاص دیگه اومدیم، با یه زبون دیگه اومدیم، تا جا بیفتیم اینجا، تا یه چیزی رو یاد بگیریم چقدر سختی کشیدیم، چقدر اذیت شدیم. اون موقع ممکن بوده یه خود اذیت کننده باشه، حالا بعد از سالها که گذشته میشینیم و با دوستامون بهش میخندیم، چرا اینا رو نیام تعریف کنیم؟ اصلا روزمره یه وقتی اتفاقایی میفته که جالبه که اصلا ما بقیه برای بقیه تعریف کنیم. شاید خوب باشه که اینا رو به بقیه بگیم، چون ممکنه این همین اتفاق بخواد برای دوست ما هم بیفته. اگه تو این تجربه رو داشته باشی یا بتونی قسمتش بکنی، خب دوست تو همینو یاد میگیره، اون اتفاق براش نمیفته. چقدر خوبه این تجربه ها رو با هم قسمت کنیم. از خودم شروع میکنم اول، به خاطر اینکه شاید بهترین راه اینجوری باشه، شاید ساده ترین راه اینجوری باشه که بدونید ما کجا میخوایم بریم و با چای قهوه‌فلو میخوایم چجوری شروع کنیم. به طور مثال من یادم نمیاد فکر میکنم 14-15 سال پیش برای اولین بار وقتی من میخواستم برم یه دونه پیجامه برای خودم بخرم، از دوستم پرسیدم که آقا کجا میشه رفت یه دونه مثلا لباس خواب خرید. اون موقع به من گفتن که مغازه‌ای هست به نام کیمارت، برو اونجا مثلا میتونی یه دونه پیجامه خوب بخری. ما هم خوش خورنم پاشدیم رفتیم اونجا و یه دونه پیجامه گلگلی خیلی قشنگ و با قیمت عالی پیدا کردم و من مشکل زبان نداشتم. این جالبه که بدونید که زبان فقط صحبت کردن یا کلمه یاد گرفتن نیست. همه ما میدونیم که زبان یه قسمتیه که به قول معروف کلمات یه مقداری از اون رو تشکیل میده، بقیه فرهنگ اونه. مثلا وقتی توی بانک میری، نوع صحبت کردن و ادبیات بانک با ادبیات توی خیابون، توی تاکسی، توی شاپینگ سنتر کاملا فرق داره. من هیچ وقت مشکل خاصی نداشتم برای خریدن. این اولین تجربه من بود که چند روزم بود اومده بودم تو استرالیا. وقتی وارد شدم توی کانتر که وارد میشی که حساب بکنی، میدونی که یه صفی هم هست نزدیک 20 نفر پشت وایسادن و روزای اولم هم که همیشه میای همیشه ترس اینو داری که انگلیسیت خوب نباشه، مردم بشنون که تو لهجه داری، همیشه خود دست دلت هم میلرزه. بعد من آروم به قول معروف این پیجامه رو به طرف این خانمی که پشت کانتر بود مثلا هل دادم جلو و گفتم که میشه این لطفا برای من حساب کنی. حساب کرد و اولین حرفی که به من زد که این بود که Do you have a flyby؟ این اولین چیزی بود که من در زندگیم شنیده بودم و من پیش خودم داشتم فکر میکردم که با خریدن یه پیجامه آدم چجوری میتونه یه flyby بخره. بعد بزرگترین چیزی که تو زندگی من بود فکر میکردم که یه آپشنی ممکنه باشه توی یه دونه پیجامه که وقتی میپری از رو هوا میتونی مثلا باش پرواز کنی یا مثلا میتونی چیکار بکنی. بعد شما فرض کن 20 نفر آدم پشت سرت منتظر وایسادن که تو بتونی این یه دونه جنس رو بخری. تقریبا یه 30 ثانیه مغز من کامل فریز کرده بود، نمیدونستم بعد چی بگم. من تا حالا زندگی فلای بای نشینه بودم. بعدش این که از خانم پرسیدم که ببخشید این فلای بای چی هست؟ بعد خیلی با لبخند به من گفتش که شما تازه اومدید تو این کشور؟ گفتم بله. خیلی مهربون به من گفت دوباره بله. و بعد از اون خیلی به من برخورد. من رفتم بعدن سوال کردم که اصلا فلای بای چیه؟ یه چیز خیلی ساده است. چه میدونم، مثلا من یادم میاد که وقتی شروع کردم به کار کردن یه باسی داشتم که به قول معروف کژوالی روزی مثلا در هفته یک یا دو روز به من کار میداد. بعد یه لهجه شدید اسکاتیش داشت که واقعا به سختی میشد بفهمی که اصلا این راجب چی حرف میزنه پشت تلفن، که اصلا من نمیفهمیدم. بعد از دو سه روز به من زنگ نزد و به من کار نداد.
سعی کردم با تمام به قول معروف اطلاعات علمی انگلیسی خودم گذاشتم رو هم و به این آقا زنگ زدم که به من کار بده. بعد پشت تلفن با لهجه اسکاتیش فقط به من گفتش که I'll give you work one day. بعد منم خیلی خوشحال بهش گفتم اوکی I'll see you Monday. بعد هی به من میگفت که No Monday, one day. هی میخواست به من بگی من یه روزی بهت کار میدم. بعد من فکر میکردم که میگه Monday. بعد این بنده خدا پشت تلفن فریاد میزد میگفت No one day, no Monday, just one day. اینقدر این مسئله طول کشید، شاید 5 دقیقه هی من میگفتم اوکی ماندی، اون هی میگفت ماندی. آخر سر قطع کرد به من تک زد که بابا من تو رو نمیخوام، اگه بخوام یه روزی بهت زنگ میزنم. این برای من پیش اومده. نمیدونم شما ممکنه یه عالم از این داستانا داشته باشید که برای شما خوب باشه. چرا کم پهلو میتونه راجب این تجربیات شما باشه. به هر حال خیلی سال طول کشید تا به هر حال ما اینجا جا افتادیم، قسمتی از این فرهنگ شدیم. یه چیز دیگه‌ای که خیلی دلم میخواد الان براتون تعریف کنم غیر از این، اینه که امروز داشتم بهش فکر میکردم که مثلا یه خیابونی ما توی سیتی داریم به نام لایگون استریت که همه مغازه‌های ایتالیایی اینجا وجود دارن. توی مثلا کلیتون تمام یونانی ها و گریک ها اونجا مغازه دارن، به قول معروف رستوران دارن. وقتی توی دندینونگ وارد میشی یه قسمتی هست که مال هندی هست، یه قسمت هست مال سریلانکایی هست، یه قسمت هست مال دندینونگ. توی افغانی ها زندگی میکنن، مغازه هاشون اونجاست، مدارسشون اونجاست، اونجا آدم ها زندگی میکنن. حتی میتونی مثلا بری توی سپرینگ ویل، اونجا مثلا چقدر ویتنامیز میبینی. یادم میاد روز بازی ایران و بحرین من 18,000 نفر ایرانی دیدم. پیش خودم فکر کردم که چرا ما یه خیابون از خودمون نداریم؟ کم و بیش داریم رستوران‌های ایرانی که این بر اون بر هستن. ما واقعا داریم مثلا یه دونه مثلا مغازه ایرانی، ولی چرا هیچ وقت یه محله‌ای مثلا دونکستر، مثلا محله خیلی خوبیه که ایرانی‌ها اونجا زندگی میکنن، ولی ما هیچ وقت نتونستیم فرهنگمون رو یه جوری یه جا بدیم و در یه جایی با هم منسجم باشیم که بتونیم مثلا 5 تا مغازه ایرانی زمان توی یه خیابون داشته باشیم. همیشه مثلا سعی کردیم از هم دوری بگیریم و این همیشه برای من خیلی سوال بوده، چون ملبورن رو فرهنگای خیلی مختلفی جور کردن، ما یه جورایی انگار که از هم دیگه فرار کردیم. هیچ وقت سعی کردیم این همین داستانی که من برای شما تعریف کردم شاید هیچ وقت کسی برای کسی دیگه تعریف نکنه. مثل این میمونه که خیلی مثلا کار بدیه که خب هممون ما وارد این سرزمین شدیم. روز اول وقتی من اومدم اینجا، من همیشه که میاد شما قسمت راست خیابون رو نگاه میکنی که ماشین میاد، بعد قسمت چپ رو نگاه میکنی، مثلا ماشین فرمونش همیشه این ور با اون وره. شاید من نزدیک 1 سال هر دو طرف رو نگاه میکردم. چندین بار پیش اومده که بری سوار ماشین بشی رفتی طرف قسمت شاگرد تا قسمت راننده. میدونی این چیزها خیلی عادیه برای ما، ولی ما سعی میکنیم که اینا رو برای همدیگه تعریف نکنیم، انگار برای ما یکم افت داره. فکر کنم که خوبه برای همه ما یه خورده از این برج عاجمون یه خورده پایین تر بیایم. با هر کدوم از ایرانی ها صحبت میکنیم، همه ما کمتر شنیدم که مثلا تو این کشور داریم سالها زندگی میکنیم، اینجا رو به عنوان خونه انتخاب کردیم، استرالیا ما رو پذیرفته، ولی همیشه انگار که ناله میکنیم میگیم ایران بهتر بوده. نمیدونم چرا هیچ وقت از خودمون هیچ نشانی رو نداریم، یه خیابون کامل نداریم که پر از ایرانی باشه، ولی افغانی ها میتونن این کار بکنن، سریلانکایی ها این کار میتونن بکنن. نمیدونم تو چای قمپلو بیام راجبش حرف بزنیم. به طور مثال خیلی دلم نمیخواد بالای منبر برم یا مثلا بیام موعظه بکنم. این چیزی بود که به نظرم رسید دلم میخواست با شما شیر بکنم، قسمت بکنم. بعد نیست امشب بشینیم یه خود فکر بکنیم ببینیم چرا ما بعد از 30 سال 40 سال که اومدیم اینجا هنوز به این قسمت نرسیدیم. وقتی مثلا صحبت میشه که آقا غذای چینی چه شکلیه، همه میدونن لباس چینی چه شکلیه. تو بگی غذای هندی همه سری میفهمند غذای هندی چه شکلی میتونه باشه، ولی وقتی ما وقت صحبت میکنیم میگیم غذای ایرانی، الان چندین رستوران ایرانی داریم که واقعا خیلی خوب دارن کار میکنن،
دستشون درد نکنه. ولی واقعا 5 سال پیش 6 سال پیش که همچین چیزی رو نداشتیم. مغازه‌های ایرانی ما هیچ وقت خوب نمی‌گرفتن. همیشه مغازه‌های افغانی ان یا مغازه‌هایی که افغانی و ایرانی ان شیر می‌کنن یا مغازه‌های ترکی که با ما شیر می‌کنن میتونن سروایو کنن. هیچ وقت دو تا مغازه ایرانی کنار هم نمیتونن به قول معروف با هم شریک باشن. یه خورده به این چیزا فکر بکنیم. تو برنامه قمپهلو دلم میخواد که بیاین از تجربهاتون تعریف کنیم. بیاین یه خورده به قول معروف از این چند تا پله پایین تر بشینیم. ما آدم های مغروری هستیم، خود ما هستیم، عرق ملی داریم، خیلی هم خوبه، ایرانمون هم خیلی دوست داریم. ولی بد نیستش که بدونیم که تو این جامعه جدیدی که داریم زندگی میکنیم بهتر ما یکم شبیه اینا باشیم. توی گتوی خودمون زندگی نکنیم، توی چهار دیواری رویایی خودمون زندگی نکنیم. بیشتر از این دلم نمیخواد موعظه کنم، چون اصلا همچی آدمی نیستم یا بخوام نصیحت کنم. فقط دلم میخواست که یه موضوعی رو که همیشه ذهن منو مشغول میکرد با شما قسمت کنم. این میتونه درست بشه، میتونه غلط بشه، ولی منتظر نظرات شما هستم. خوشحال میشم که شما با من اینو در میون بذارید. قسمت بعدی برنامه رو یه بریک اول بگیریم. قسمت بعدی برنامه برمیگردم به قسمت املاک. یه سری سوالایی بود که شما مطرح کردید راجع به قسمت قبلی که من راجع به ملک صحبت کردم. یه 5 تا سوال خیلی مهمی هست که من لازم میدونم اونا رو جواب بدم و امیدوارم که مورد توجهتون قرار بگیره. بازم میگم برنامه مال خودتونه، راحت بیاین حرفاتونو بزنید. هر کسی دلش میخواد اینجا بیاد بشینه اینجا پیش من، در خدمتتون هستیم. لطفاً به این چیزایی که من گفتم فکر کنید، ولی خب دلم میخواد که خیلی مثلا باعث این نشه که به کسی بر بخوره. اصلا قصد اینو ندارم. منم یه قسمتی از شما هستم، منم یه ایرانی هم که سالها اینجا زندگی کرده، ایرانم رو دوست دارم، ایرانی بودنم رو دوست دارم، ولی به هر حال اینجا رو به عنوان خونه انتخاب کردم. یه گپ خیلی خودمونیه، یه ایرانی با یه ایرانی دیگه که یه خورده نگران شاید جامعه خودشه، دنبال یه جامعه منسجم میگرده، دنبال این میگرده که چرا ما ایرانی ها اتحاد نداریم، چرا هیچ وقت دوتا ایرانی نمیتونن هم خونه بشن، چرا دوتا ایرانی به سختی میتونن با هم بیزنس داشته باشن. ولی وقتی نگاه میکنی مثلا چاینیزا پشت همو دارن، وقتی یه بیزنسی شروع میشه گریکا این زنجیر با هم میمونن، ایتالیایی ها همین کار میکنن. ما از روی لایگون استرینگ که رد میشیم پرچم ایتالیا همه جا هست، بوی قهوه همه جا میاد. یه دونه، دوتا، سه تا، چهار تا، پنج تا رستوران نیست، ما راجع به 50 تا رستوران صحبت میکنیم و همه اینا هم دارن کار خودشون رو میکنن. جمعیت خوبی هم دارن، ما هم جمعیت خوبی داریم، ولی هیچ وقت به اونجا نرسیدیم. دنبال راه حل و یا مثلا چاره و اینا نیستم، ولی فکر کنم موضوعی بوده که هیچ وقت بهش پرداخته نشده، چرا راجبش حرف نزدیم. غیر از این فکر میکنم که یک عالمه شما تجربه دارین که دلتون میخواد بیان جلوی دوربین حرف بزنین. خیلی خوشحال میشیم، خیلی 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 خوشحال میشیم از شما بشنویم و دلمون میخواد که کنار من باشین جلوی دوربین با هم یه چایی بزنیم و یه گپی بزنیم. خیلی خیلی خوشحال شدم این بریک رو داشته باشین تا بعد برگردم در خدمتون باشم. متشکرم. خدافظ. عرض سلام و ادب مجدد. امیدوارم که چای قمپرلو رو دوست داشته باشید. قسمت اول بود، سعی خودم رو کردم تا اونجا که ممکنه براتون توضیح بدم که توی برنامه گفتگو چه قصد و غرضی داریم. این جزء اهداف اولیه برنامه گفتگو بوده که هم بتونیم یه خورده راجع به مسائل پیرامون جامعهمون حرف بزنیم، هم یه خود مسائل جدی داریم، هم یه خود مسائل به قول معروف گپای خودمونی داریم. جز مسائل جدی چند وقتی داریم صحبت میکنیم برمیگرده به خرید ملک مسکونی. خیلی فیدبک و خیلی مسیجای دلگرم کننده از شما گرفتیم. این نشون میده که شما از این برنامه استقبال کردید. واقعا از لطفتون ممنونم، خیلی خیلی ممنونم. سعی خودم رو میکنم تا اونجایی که بتونم به سوالای شما جواب بدم.
5 تا سوال اصلیه، چون خیلی هم زمان نداریم، سعی میکنم اونا رو تا اونجایی که زمان به من اجازه میده جامع و کامل براتون تعریف کنم. اولین سوالی که از من شده اینه که تو کدوم منطقه میشه سرمایه گذاری کرد؟ واقعیت امرینی که تو هر منطقه میشه سرمایه گذاری کرد، ولی یه مسئله معروفی هست که میگه هر چقدر پول بدی خب آش هم میخوری. خب من اگر که 1,000,000 داشته باشم خب میرم طرف سیتی، نزدیک به سیتی، توی تورک رود میخرم، ولی اگه مثلا 300,000 تا داشته باشم حتما باید بیام طرف سردیستن سابر بخرم. تو همه جا میتونی سرمایه گذاری بکنی و نسبت به پولی که میذاری میتونی درآمد بیشتری هم داشته باشی، ولی خب سوال اصلی اینه که بعضی موقع یه رنج وسطی هست، مثل 800 تا مثلا 600 تا هست، بعد اینکه دنبال این میگردی که خیلی خب من مثلا میتونم به طور متعادل یه جای خوبی رو پیدا بکنم، چجوری میتونم مطمئن بشم که این رشد خیلی خوبی داره؟ به نظر من دو تا راه داره، که یکیش که شخصیه و اینکه شما به راحتی میتونید بشینید پشت کامپیوتر، میگم که یه انجین سرچی هست برای realestate.com.au، میتونید شما نگاه کنید ببینید در 6 ماه گذشته، در 1 سال گذشته چقدر خونه ها فروش رفته و چقدر رشد داشته. در ضمن گوشتون رو وقتی روی اخبار یه خورده تیز بکنید، بدونید که وضعیت نرخ اینترست ریت یا نرخ بهره بانکی چه مقداری و کی تغییر میکنه، این نشون میده که شما چه زمانی میتونید این خونه رو بخرید و چه زمانی آمادش کنید و بفروشیدش. خیلی چیزهای ریز و درشتی هم هست که درش تأثیر داره. مثلا ما همه میدونیم که قبل از کریسمس، مثلا الان خیلی بازار برای فروش داغه و برای خرید کم، ولی وقتی که موقع کریسمس میاد واقعا بازار آروم میشه و اون موقع موقع خوبیه برای سرمایه گذاری کردن و برای خریدن. ولی در این حال همیشه با یه نفر آدم مجرب که به قول معروف صبح تا شب کارش اینه که مارکت رو مانیتور بکنه، یه نفر ریل استیت ایجنت، یه نفر کسی که ادوکیته، کسی که به قول معروف خریدار ملک همیشه، کسی که دیولوپره، کسی که بیلدره، کسی که کارش حداقل اینه که 2 تا 3 تا پراپرتی رو در سال بخره، کسی که میشه باهاش مشورت کرد. ولی در آخر میگم که همیشه میشه مثلا میدونی بعضی موقع هستش که شما خودتون به چشم میبینید. مثلا 4-5 سال پیش جای توی رینگ بود، خونه ها مثلا بیشتر از 500-600 تا نبود، ولی ظرف 4-5 سال خونه زیر 1,000,000 هم پیدا نمیشه. مثلا حتی جاهایی مثلا نزدیک به دندینون یه جاهایی داشتیم به عنوان دافتون، که دافتون اصلا جایی بود که 100,000 تا هم پول بهش داده نمیشد، ولی الان اگه نگاه کنید نزدیک به اندلر هیلز و خونه زیر 400-500 تا پیدا نمیشه. ولی مثلا یه اخباری هم مثلا به گوش آدم میرسه، مثلا جایی مثل فانتینگیت که وستفیلد نریبورنه، قراره که یه پروژکت نزدیک 40-50 میلیون دلار هست دارن خرجش میکنن و این شاپینگ سنتر قراره از شاپینگ چتستون بزرگتر بشه. خب این نشون میده که در 3 سال آینده خونه هایی که نزدیک به این شاپینگ سنتره حتما رشد و بوم خیلی زیادی داره. مثلا محله های پایین تری مثل همتون پارک وجود داره که یه پروژه های خیلی بزرگی درش هست، شاپینگ های بزرگ زده میشه، اتوبان های بزرگ زده بهش درش داره درست میشه و اینا رو به راحتی شما میتونید پیدا کنید با سرچ توی فکر کنم هر سابربی شهرداری و کانسیل اون یه دونه وبسایت داره که نشون میده چه جور ایمپروومنت و چه جور دیولپمنت هایی قراره برای اون منطقه انجام بشه. شما اگه خیلی هوشیار باشین و اینا رو بخونید میدونید که چه تغییری روی ملک شما داشته باشه. تا همینجا نگرش میدارم، ولی میگم که همیشه با یه آدم مجرب صحبت کردن و یه خورده تحقیق کردن میشه پیدا کرد که کدوم منطقه برای سرمایه‌گذاری مناسبه. ولی در آخرش کار اینه که اگر خونه رو برای خودتون میخواین بخرید، قاعدتا میگن اونجایی که شما دلتون خوشه حتما بهترین جاست، ولی اگر به دنبال این هستین که فقط سرمایه گذاری کنی، باید فکر بیزنسی داشته باشین
من همیشه این حرف رو میزنم، اگر خونه رو برای خودتون میخرید باید با قلب خودتون برین، اگر خونه رو میخرید که بخرید برای سرمایه گذارید ماشین حسابتون همیشه تو جیبتون باشه. و سوالایی هم که از ریل استیتتون میکنید سوالاتتون همیشه راجع به این باشه که چقدر این منطقه رشد داشته، چقدر خونه های قدیمی بوده و چه خونه های جدیدی داره فروش میره. قسمت دومی که سوال برای من شده اینه که اینکه ما بعضی موقع میریم یه خونه بزرگی رو میخریم که خیلی لند بزرگی داره و فکر میکنیم که میتونیم توش مثلا 3 تا یا 4 تا تنهاست در بیاریم، ولی بعدن وقتی میایم بریم پلن پرمیت بگیریم میبینیم که اصلا هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. من یادم میاد که توی هفته پیش به یه سری خطوط اشاره کردم به نام ایزمنت که خیلی سریع ازش گذشتم و این ایزمنت یه سری نقطه چینه که توی نقشه وجود داره و این ممکنه سوریج باشه، ممکنه لوله گاز باشه، ممکنه کابل تلسرا باشه و دولت اجازه نمیده که هیچ بیلدینگی روی اینا ساخته بشه، چون هر اتفاقی که بیفته با اینا دسترسی داشته باشن به این کانالات تا اینا رو تعمیر بکنن. پیدا کردن این خیلی کار ساده ایه. هر خونه ای رو که ما میخریم باید سیکشن 32 یا وندور استیتمنتش رو از ریل استیت ایجنتی که این رو میفروشه تقاضا بکنیم. هیچ وقت خونه ای رو نخرید که سیکشن 32 نداشته باشه. همونطوری که گفتم اگه سیکشن 32 توسط وندور یا صاحب خونه امضا نشده باشه اصلا ارزش قانونی نداره. و بعدش هم این توسط چه کسی صادر میشه؟ توسط وکیل این کسی که این خونه رو میفروشه و این ممکنه اسمش سالیسیتر باشه یا کانوینسر. پس اولین کاری که ما میکنیم وقتی یه خونه ای رو میبینیم، یه زمینی رو میبینیم، بهترین کار اینه که از ریل استیت بخوایم که به ما اون سیکشن 32 رو یا ایمیل بکنه یا هارد کپیشو داشته باشیم. خوندن این خیلی ساده است، بازم یه نفر آدمی که مجربه میتونه این کار بکنه، یا اینکه شما به هر حال برای خرید خونه به یک سالیسیتر یا یه کانوینسر احتیاج دارید میتونید اینو کپی اینو براش بفرستین و اونا میتونن براتون تشخیص بدن که چه قید و ضمانتی رو این خونه هست. و بعدش هم یه تلفن خیلی ساده است، شهرداری هر منطقه وقتی آدرس اون خونه رو بدیم به راحتی به شما میگه که این خونه ایزمنت داره. و بعدش هم این خیلی جالبه که شهرداری هر سابق با شهرداری سابق بعدی فرق داره. مثلا در دندینون اگر شما 300 متر زمین داشته باشید میتونید یه یونیت یا یه خونه درست کنید، ولی داریم مثلا یه جایی مثل بیروت بعد حتما نزدیک مثلا 400 خورده ای داشته باشین، یا مثلا توی فرانکستون اصلا نمیتونید مثلا خونه رو ساب دیوایت کنید چون شهرداری یه قاعده ای گذاشته که جمعیت رو کم نگه داره. و بعضی جا اصلا مثلا فکر کنم دونکستر هم اینجوری باشه که وقتی خونه حتی میتونه 900 متر هم باشه ولی فقط میشه دو تا از توش در آورد و اون باید جوبلکس بشه، یعنی ساید با ساید دو تا ساخته بشه. اطلاعات این رو میتونید راحت از شهرداری بگیرین یا از کانوینسرتون بپرسین. آخرینش که نه آخرینش نیست، شماره 4 اینه که برای دیولپمنت ساید ما چه کار میتونیم بکنیم. همینطوری که براتون گفتم اینه که زمین بزرگ زیاده، خیلی زمین ها هستن که خونه های قدیمی دارن ولی زمین بزرگی دارن. برای این که بدونیم که این زمین قابل اینه که ساب دیوایت بشه به راحتی میتونیم زنگ بزنیم به شهرداری، یه سری به قول معروف بیلدر یا سرویر یا آرشیتکت هستن که میتونن این کارا رو قبول بکنن، میتونن بهتون کد بدن بدون اینکه هیچ هزینه‌ای داشته باشه، خونه رو بیان براتون متراژ بزنن و به طور خیلی کلی یه اسکچی برای شما بکشن و بگن به طور مثال مثلا در این محبته با قاعده و قانون این شهرداری مثلا 3 یا 4 تا میتونید توش مثلا دیولپمنت در بیارین. آخرینش سوالی هم که برای من از من پرسیده شده برای زونینگ خونه است. ما چند جور زونینگ داریم، یکی رزیدنشاله که فقط خونه های مسکونیه، یکی لودس رزیدنشاله که این خونه ها زمین های بزرگی هست ولی به خاطر اینکه حجم سوریج یا به قول معروف امکانات دسترسی مثلا مثل درایوی یا سوریج یا اینا کمه، خونه های زیادی توش ساخته نمیشه و ساب دیوایت نمیشه و بعدش هم به عنوان بیزنس هم نمیشه استفاده کرد. بعضی بیزنس ها مثل مهد کودک یا مثلا
مثلا مثل وترنیتی یا مثلا کلینیک و اینا میشه استفاده کرد، ولی همه چیز رو نمیشه استفاده کرد. بعضی هم هستن که کاملا اینداستریال هستن، یعنی اینکه اگه یه بیزنسی دارین که مثلا یه کارگاهی رو میخواین باز کنید، هیچ وقت نمیتونید توی یه زونی باز کنید که مثلا توش رزیدنشاله، چون که به خاطر آلودگی صدا یا آلودگی هوا یا به قول معروف سورج خاص خودش و بعد برقی که اونجا استفاده میکنید، اگه های ولتاژ باید باشه، ولی برای به قول معروف رزیدنشال باید خیلی ولتاژش کمتر باشه. به این دلیل اگر بیزنسی رو دارین، شما احتیاج دارین به یه مشاوره که بپرسین آقا من چه زونینگی رو باید برای این، چون هر کسی یه جوازی به قول معروف یا یه پروانه کسبی رو میخواد بگیره و اون اشاره میکنه که شما این بیزنستون رو توی چه زونینگ میتونید انجام بدین و این زونینگتون رو وقتی که خونه رو میخرین در همون سیکشن 32 که گفته شد با رنگای مختلف و اسمش وجود داره و نشون میده که چه جور زونینگ در اون پراپرتی میتونید مثلا کار انجام بدین و چجوری میتونین رو بخرین. این 5 سوال خیلی مهمی بود که من به سرعت ازش گذشتم، فکر نمی کنم خیلی زمان زیادی داشته باشین. بازم خوشحال میشم اگه سوال بیشتری دارین با ما شیر بکنین. خیلی خیلی خوشحال شدم که باز منو پذیرفتین تو خونه خودتون. تلویزیون دریملند متعلق به شماست. بارها بارها اینو گفتم که ما هیچ کدوم شما رو محدود نمی کنیم به این چیزایی که میگیم گوش بکنید. ما سعی میکنیم گوش کنیم که شما ها چی میخواییم و ما راجب اونا حرف بزنیم. تا اون جایی که از دستمون بر بیاد به سوالای شما جواب میدیم. بعضی موقع اگه سوالا خیلی تکنیکی باشه و از حد و توان ما خارج بشه، مهمون میخواییم داشت که بتونه به سوالای شما جواب بده و بعدش هم حتما هم نباید یه مسئله خیلی بیزنسی یا تکنیکی یا خیلی اجتماعی یا مثلا ادبی باشه، میتونه فقط یه مسئله ساده اجتماعی باشه. هر کسی میتونه تو این برنامه بیاد. هم نمیدونم برنامه چای خمپرلو که وقتی بهتون معرفی کردم قصد و هدفش هم همینه. شاید هم یه روزی هم لایف بریم و یه تلفن بذاریم اینجا، اگر که سختتونه که بیاین اینجا حداقل میتونید مستقیم به ما زنگ بزنید، با ما حرف بزنید، درد و دلاتون رو بگین، سوالاتتون رو بگین و اگه از دست من بر بیاد منم خوشحال میشم که بهتون جواب بدم. واقعا باعث افتخاره که از تلویزیون جهانی دریملند در خدمتتون باشم. نمیدونم چجوری ازتون تشکر بکنم. لطف شما همیشه شامل حال ما بوده و توجه شما به این برنامه ما رو ثابت قدم کرده که این برنامه رو بهتر و بهتر بکنیم. از طرف خودم و همه بچه های دریملند که اینجا شب و روز دارن زحمت میکشن از شما سپاسگزارم که ما رو تو خونه خودتون پذیرفتین و پایین برنامه نشستین رو تماشا کردین. خیلی 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 خوشحال شدم. حمید واسمی هستم. شب و روز خوبی داشته باشین.